تابع یا فانکشن، فرمول از پیش تعریف شده ای که محاسبات خاصی رو بر اساس پارامترهای ورودی روی اون انجام میدیم. اگر یک ساختار تابع رو بخوایم ببینیم در سلول I4، من اینجا براتون ساختار یک تابع رو نوشتم. اینجا ملاحظه میکنید این فانکشن یا تابع از دو بخش تشکیل شده، نام تابع که فانکشن و اینجا قسمت آرگومان. توابع خروجی دارن. توابع اگر به تنهایی استفاده بشن باید حتما با علامت مساوی قبل از اون شروع بشن. این هم باعث میشه نتیجه محاسبات تابع در فرمول یا سلولی که تابع در اون نوشته شده منعکس بشه. نتیجه تابع که همان خروجی تابعه با توجه به نوع و کاربرد اون ممکنه مقادیری عددی یا منطقی مثل ترو یا فالت، یس یا نو. بنابراین در هنگام استفاده از توابع در فرمول ها باید دقت کنیم با توجه به خروجی تابع اونها رو به کار ببریم. اینجا الان میبینید نام تابع رو فانکشن نوشته. هر تابع در اکسل دارای نامی متناسب با نوع محاسبات و کاربرد اونه. به عنوان مثال اگر بخوایم چند سلول رو، این الان یه سلول، دو سلول، سه سلول و چهار سلول، اگر بخوایم چند سلول رو با هم جمع کنیم میتونیم از یک تابعی به نام سام استفاده کنیم. اگر بخوایم میانگین چند تابع رو به دست بیاریم از یک تابعی به نام اوریج استفاده میکنیم. اگر بخوایم ماکسیموم چند داده عددی رو به دست بیاریم از تابع مکس استفاده میکنیم. اگر بخوایم مینیموم چند داده عددی رو به دست بیاریم از تابع مینه. هر تابع در اکسل دارای یک نام متناسب با نوع محاسبات و کاربرد اونه. برای استفاده از توابع ما احتیاجی به حفظ کردن نام و پارامترهای اون رو نداریم. اکسل میاد خیلی راحت برای ما نام تابع، نحوهی که باید آرگومان ها در اون تابع استفاده بشن و حتی در خیلی از موارد یک هلپی رو برای ما قرار داده که بتونیم خیلی راحت نام توابع رو انتخاب کنیم. برای دسترسی به نام توابع میتونیم از چند روش استفاده کنیم. من اینجا براتون میام یه مثال میزنم. در سلول B2 من میام یه سری اعداد رو تایپ میکنم. 5 انتر، 10 انتر، 15 انتر، 20 انتر. یک تابع جمع رو اینجا به کار ببرم. چطور میتونم این تابع رو اینجا درج کنم؟ روش اول چیه؟ کلید شیفت از صفحه کلید و کلید تابعی F3 رو همزمان میفشارم. اگر ملاحظه کنین یک مساوی اینجا اومد درج شد. یه مساوی اینجا درج شد که در فرمول بار هم این رو داریم میبینیم. و یک کادر محاوره‌ای به نام insert function. insert یعنی وارد کردن، function یعنی توابع بر ما اینجا قرار گرفت. در قسمت or select a category، category یعنی شاخه، یک گروه، اینجا برای ما نوشته most recently used. most recently used یعنی توابعی که اخیراً استفاده شده. در قسمت select a function با استفاده از این نوار پیمایش ما اینجا یک تابع یا توابع پرکاربردی رو خود اکسل اومده قرار داده ببینیم. اینجا الان تابع سام رو خودش اومده به صورت پیش‌فرض انتخاب کرده. اگر در این قسمت مشاهده کنیم ساختار تابع رو برای ما نوشته، گفته سام پرانتز نمبر 1، اینجا ببینید ویرگول نمبر 2 ویرگول و همچنان رفته ادامه. اگر بخوایم به هلپ این یا راهنمای این تابع دسترسی داشته باشیم با توجه به اینکه کانکت اگر باشین میتونید روی هلپ آن دس فانکشن کلیک چپ کنید و راهنمای این تابع رو ببینید. در اکسل برای یادگیری توابع با استفاده از help on this function و این توضیح و دیسکریپشنی که در این قسمت نوشته شده میتونیم تمام توابع و ساختار اونها رو به دست بیاریم. کار سختی نیست، فقط کافیه اینی که ما دانش استفاده از اون تابع رو داشته باشیم. اکسل فقط یک وسیله است، میاد اون دانشی که وجود داره به وسیله این سلول ها و این توابع برای ما با یک سرعت بسیار بالای خروجی میگیره. اینجا گفتیم شیفت و F3 رو همزمان در سلول B6 فشردیم، کادر محاوره insert function ظاهر شد. اینجا من میخوام بیام تابع سام رو انتخاب کنم، روش کلیک چپ میکنم، با استفاده از این نوار پیمایش کلیک چپ رو نگه میدارم و میرم پایین. ببینید یه تقریبا 7-8-10 تا از توابع پرکاربرد رو اینجا داره. اگر بخوایم از تابع سام استفاده کنیم
اینجا روی سام، روی اوکی، اینجا کلیک میکنیم. اگر مشاهده کنید کادر functions آرگومان برای ما اینجا باز شد. اینجا نامبر گفته، اینجا خودش اومده برای ما یک مثال زده، نامبر گفته. من میخوام بگم از سلول B2 تا B5، روی B2 کلیک چپ میکنم، کلیک چپ رو همچنان نگه میدارم و به سمت B5 حرکت میدم. اینجا اگر مشاهده کنید نوشته B2 دو نقطه B5، یعنی اینکه از سلول B2 شروع شده و تا B5 ادامه پیدا کرده. اینجا اگر مشاهده کنین در این قسمت برای ما اومده جمع رو نوشته، جمع 5 و 10، 15 15 و 15، 30 30 و 20، 50. اینجا اومده نتیجه خروجی رو برای من نوشته و در این قسمت فانکشن ریزالت هم اومده این 50 رو برای من نوشته. اگر روی اوکی اینجا کلیک کنیم میتونیم اثر تابه سام رو اینجا ببینیم. اگر روی سلول B6 اینجا کلیک کنیم در قسمت فرمول بار اینجا میتونیم مساوی سام، اون چیزی که در ساختار تابع بوده و اون چیزی که تایپ شده میتونیم ببینیم و اینم که در واقع خروجی اونه. ما در چاپ معمولا خروجی توابع رو میبینیم. حالا بهتون نشون میدم چطور میتونیم در چاپ این ساختار تابع که در قسمت فرمول بار هست اون رو مشاهده کنیم. من اینجا میام دوباره تایپ میکنم، 5 انتر، 10 انتر، 15 انتر و 20 انتر. اینجا به جایی که بیام شیفت و F3 رو بفشارم میتونم بیام در این قسمت insert function کلیک چپ کنم و دوباره به این کادر دسترسی پیدا کنم. روی سام اینجا کلیک کنم، اوکی، این کادر function آرگومان ظاهر میشه و میتونم D2 تا D5 رو انتخاب کنم و با کلیک بر روی دکمه اوکی این خروجی سام رو بگیرم. یه روش دیگه اینه که اگه یه بار دیگه من تایپ کنم 5 10 15 20، یه روش دیگه این که من اینجا خودم کلید مساوی رو تایپ کنم و بیام در اینجا سام، میدونم از حروف SUM تشکیل شده، اسپلش S رو تایپ کنم. اگر من اینجا S رو تایپ کنم نرم افزار اکسل مثل نرم افزار اتوکد، اونهایی که آموزش اتوکد من رو دیدن شاید تو ذهنشون باشه که در خط فرمان موقعی که میخواستیم مثلا فرمان استرش رو تایپ کنیم، اس رو تایپ میکردیم، یک فهرست پیشنهادی برای ما میومد. در قسمت فرمول بار موقعی که من مساوی رو در سلول مورد نظر تایپ کردم و حرف اس رو اینجا آمدم تایپ کردم، میاد برای من نرم افزار یک فهرست پیشنهادی از توابع میده، میگه توابعی که با حرف اس شروع میشن اینا هست. من میتونم اینجا با کلیک چپ کردن روی نوار پیمایش و حرکت به سمت پایین بیام اینجا تابع سام رو پیدا کنم. میتونم حروف بیشتری رو برای فهرست پیشنهادی تایپ کنم، یو رو تایپ کنم. اگر اینجا یو رو تایپ کنم داره کم کم نزدیک میشه، میگه این سومین تابع، تابع سامه. میام ام تایپ میکنم، سام رو به من داد، پس این تابع سام رو به من داد. بعد من میام روی سلول ها کلیک میکنم، کلیک چپ رو نگه میدارم و به آخرین سلول میام. اینجا اگر مشاهده کنید به ما یک پیغام خطا داد. من یه بار دیگه این کار رو انجام میدم. پیغام خطاییه که نشون میده این داده ها رو انتخاب نکرده. من در ادامه در مورد این خطاها بیشتر باهاتون صحبت میکنم. من کلید دلت از صفحه کلید رو میفشارم، اینجا مساوی رو میزنم، میام سام رو اینجا تایپ میکنم. سام رو تایپ کردم، این تابع سام. و بعد از اینکه سام رو تایپ کردم باید آرگومان رو بهش معرفی کنم، یعنی نباید زمانی که داریم فرمول رو تایپ می‌کنیم نباید بیام اینجا درگ کنیم، باید من اینجا بیام یه پرانتز براش معرفی کنم. ببینید الان اگر بیام درگ کنم دیگه اون پیغام خطای نیم رو به من نمیده. اینجا گفته نمبر 1، خب اینجا میام سلول ها رو اینجا دارم انتخاب می‌کنم، F2 تا F5. حالا اگر اینجا روی این تیک یا تیک انتر کلید انتر کلیک کنم دیگه به من خطایی رو نمیده. روش بعدی برای اینکه یک تابع رو درج کنیم، من اینجا باز میام تایپ میکنم 5 10 15 20 انتر، اینجا میام مساوی رو میزنم. در این قسمت میتونه یک سری از توابع پرکاربرد رو ببینیم. من در اینجا میام روی این مثلث مشکی رنگ کلیک چپ میکنم و یک سری از توابع رو میبینیم، سام برای جمع، اوریج برای میانگین، اف هایپرلینک، کانت، مکس، سینوس، سام ایف، پی ام تی. و برای اینکه به توابع بیشتر دسترسی داشته باشیم میتونیم روی مور، یعنی بیشتر فانکشن توابع، میتونیم روی مور فانکشن اینجا کلیک کنیم. من اینجا تابع سام رو میخوام،
روی سام کلیک میکنم و اینجا دیگه احتیاجی نیست من بیام پرانتز آرگومان رو تایپ کنم، خودش پرانتز رو گذاشته. مثل اینجا ببینید من میام G2 تا G5 رو انتخاب میکنم و اینجا در قسمت فرمولا ریزالت نتیجه رو داد و روی اوکی کلیک میکنم. چطور میتونیم یک میانگینی رو داشته باشیم؟ حالا من قبل از اینکه بخوام به تابع میانگین بپردازم در مورد آرگومان یک توضیح رو خدمتتون میدم. همه توابع دارای علامتهای پرانتز باز و پرانتز بسته هستن، به این قسمت میگن آرگومان. اگر این علائم در جلوی نام توابع نباشه، اکسل اونها رو یک برچسب یا یک متن ترقیم. کاربرد دیگه این علائم اینه که اگر آرگومان‌های توابع که همان پارامترهای ورودی تابع هستن و محاسبات تابع با توجه به اونها انجام میشه، در داخل این علائم قرار میگیره. مثل اینجا G2 تا G5 تابع سام رو رفتیم، در داخل این آرگومان‌ها گفتیم G2 تا G5. آرگومان‌ها مقادیر عددی، متنی و آرایی هستن که محاسبات تابع بر اساس اونها انجام میشه. هر تابع ممکنه یک یا چند آرگومان رو داشته باشه. اگر بخوایم یک تعریف خیلی خلاصه ای از آرگومان ها داشته باشیم، میتونیم به ورودی های تابع که نتیجه محاسبات تابع بر اساس اونها انجام میشه آرگومان بگیم. اینجا ملاحظه کنید بین این دو پرانتز G2 تا G5 رو داریم. الان تابع سام بر اساس این ورودی های G2 تا G5 تعیین شد. به این ورودی ها ورودی های تابع آرگومان بگیم. اگر در یکی از سلول ها، اینجا ملاحظه کنین روی سلول B2 کلیک میکنم، اگر روی یکی از این سلول ها من اینجا کلیک کنم، به جای 5 من میام 55 رو تایپ میکنم، میخوام ببینم در خروجی تابع چه اتفاق میفته. کلید انتر از صفحه کلید رو میفشارم، 50 ما تبدیل به 100 شد. اگر در یکی از سلول های مربوط به یک تابع تغییر رو ایجاد کنیم، نرم افزار اکسل بلافاصله اون رو به روز رسانی. به جای 5 در سلول D2 من میام 105 رو تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. ببینید به این خروجی 50 ما 500 رو اضافه کرد. اگر بخوایم در مورد ترتیب اولویت عملگرها در داخل این پرانتزها براتون صحبت کنم، اینه که ترتیب عملگرها ابتدا پرانتزهای باز و بسته هستن، بعد درصد هست، بعد توان، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق. میانگین چند تا عدد رو به دست بیارم. برای محاسبه میانگین یا اوریج باید از تابع اوریج استفاده کنم. اینجا ملاحظه کنیم من میام 10 رو تایپ میکنم، یه ده دیگه. ببینید الان مجموع اینها چنده؟ مجموع اینها 50 است. من یه نکته ای رو در مورد چند تا از خروجی ها مثل سام و اوریج خدمتتون بگم.